بر روی رودخونه در منطقه پانتانال داشتیم با قایق حرکت میکردیم و چشم به چشم به طبیعت داشتیم. واقعا زیبا بود، واقعا خوب. در حین این دیدن محیط اطراف و لذت بردن از محیط و البته آفتاب سوختگی بیشتر و بیشتر، نگاه از دور وسط علف ها سر یک کروکودیل پیدا شد. البته کروکودیل رو در منطقه پانتانال بهش کایمن میگن. فقط چشماش دیده میشد و سرش. اینقدر آروم بود که شاید اگه کسی سریع رد بشه اصلا متوجهش نبود، ولی لیزی خیلی سریع اون رو دیدش و گفت کایمن، کایمن. و ما واستادیم تو کایمن رو ببینیم، ولی کایمن تصمیم گرفت بیاد جلوتر و جلوتر و جلوتر. گاهی وقتا آدم نمیدونه که میخواد لذت ببره دیدن چیزی یا میخواد بترسه از چیزی، ولی واقعا وقتی میومد نزدیک بیان تعارف بگم ترس و دل هرم داشت، چون قایق ما قایق کوچیکی بود و کایمن هم قدرتش فوق العاده است. کایمن ها یا احنای کروکودیل ها به طور کلی موجودات خونسردی هستند و برای همین هم هستش که اینها میان برای آفتاب گرفتن بر روی کناره ساحل، چون دمای بدنشون رو نمیتونن خودشون تنظیم بکنن. اونها قدرت پرش خیلی بالایی دارند و با کمک ضربه فشاری که به دومشون وارد میکنند میتونن خیلی سریع از آب خارج بشن و به هر حیوانی در نزدیکیشون حمله بکنن. راست بخواهی گاهی وقتا آدم نمیدونه که کاری که انجام میده چقدر برای منطقه. اون زمان تصمیم گرفتیم تا بهش ماهی رو بدیم و بتونیم قدرت پریدنش رو امتحان بکنیم. یک ماهی پیانا رو به چوبی بستیم و تنابی و سعی میکردیم جلوی اون قرار بدیم. خب کار زیبایی بود، نتیجه اون خود رو ببینین، یک پرش های زیبا و بلند کایمن رو ببینین بر روی رودخانه در نزدیکی قایق، ولی این کایمن تا فاصله نیم متری قایق اومده بود، اونقدر که خیلی راحت با دومش میتونست قایق هم بندازه یا با همون شدتی که میپره بالا و ماهی رو میگیره میتونست بپره و تک تک ماهی رو بگیره. جوانی است و آدم گاهی وقتا کاره میکنه که توجیهی براش بعدن نداره. دکتر بخوام بهش غذا بدم من، خب؟ اورینتا الی والتر. اورینتا الی. یا خب. باتو پیشنا. تپیل باتو پیشنا. اوکی. باتو پیشنا. دی دیس. خیلی نزدیک اومده به من. اوکی. یک متر هم فاصله نداریم موقع با سید. اوکی، استاپ ویت دی فیش. حضرتش نکن دیگه. بهش بدین دیگه. خیلی سعید بابا عصبانی نشو بدم بهش دیگه. بله بابا، اصلا حیوان آزاری هم درست نیست دیگه. You can let it catch the fish. Very good. میتونی چوبشو ول کنی؟ خب نه، چوبو نمیخوام، میخوام ازش بگیر. اه چیکار واسه دستت باش. بیا خیلی باحال. Here it's okay. It's اما اینی که ما گفتیم ناشی از این بود که جسارتمون زیاد بود. اما گاهی وقتا یک کاری است که اسمش نمیشه جسارت و شجاعت گذاشت. سعید یک دفعه دستشو بردش داخل رو سطح آب، یک دمپایی دستش گرفته بود که با اون امتحان بکنه. من اصلا نمیدونم، واقعا میخواستم سعید رو خفش کنم وقتی میدم هر چی بهش میگفتم سعید مراقب باش، اصلا گوشش بدهکار نیست.
چون یکنین کایمانی که میتونه یک متر یک و نیم متر تو هوا خودش رو بندازه بالا و یک ماهی رو بگیره، دست سعیدی که مرده تا کنار آب 20 سانتی متری میخواد دمپایی بهش نشون بده، یا حتی قسمتی میاد دستش میاد تو آب که ببینه میتونه بگیرش یا نه، اون چقدر خطرناکه. واقعا سعید، واقعا سعید، به خدا از شدت نگرانی وقتی کارای تو من سکته میکنم. حواست دیگه اون لحظه که بگیره دیگه. دکتر من نمیتونم فیلم بگیرم. نه خفره باید یک پیش نهد. یکی هم داره از او برمیاد، یکی هم داره از او برمیاد، حواستون باشه. دوتا آمد. مواظب باش. بابا بی چه کاری هست نو؟ ندی بهش آبه این زودی بس یکم ببین مواظب باشین، یکم از زبم یاد یه دفعه شدی بر حمله کردن ها. لیزی رکورد بشه مجو پیش لیزی رکورد 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 پوینت رید پوینت رید پوینت یس یس No, no. Okay. دکتر با خودت بگیر بعد من ازت. باشه میگم شو. مراقب خودت باش. Okay. Is this recording here? Yes. No, عکس بگیر. Take photo please. Okay. شام نکو گره با همون میری پایین تو الان. Okay, photo. Take photo. در میاد جای پای منو. بیا بعد که بتونم خودت بگم، بیا بالا به سمت خودت.